بشم هشم نعصه به نسلی اخت و راسی والانو مشه مراشاق هیلت یعقوب به ذرت هشم میدبارخ. رسیدیم به صفحه 632 سیمان رشمم سیف لامد که شبن موزمان نیست اودا اومیشته سلاوی ایم شعر قرویم. موقعی که فرزن دعوت شده به سودا یا ضیافت نزد پدرش با سایر دعوت شدگان و پدر میگرده و میریزه یعنی این رو تو لیوان برای دعوت شدگان و موقعی که میرسه پدرش که برای او یعنی بریزه در لیوان برای فرزند لازمه فرزند بلند شه به کاود پدر مگر اینکه طلب کرده از اون مخیلا. پس مهمون پدر هستن و پدر داره پذیرایی میکنه از همه، به بچهش که میرسه میخواد ازش پذیرایی کنه یا یعنی بریزه، این بچه هم باید برای جلوی باباش بیسته مگر اینکه از باباش مخیلا طلبیده. شماره لامد آلف میفرماید که اگر فرزند مشغول به خوردن هست، فرزند داره غذا میخوره و پدرش وارد میشه به اون مکان، با وجود این باید بیسته جلوی پدرش که اون چیزی که گفتن در گمارای گیتین برگ عین عمود ریشون داخل به آمد قاروبل میتا، یعنی اگر کسی خورد و ایستاد این نزدیک به مرگه، یعنی میتونه خطرناک باشه براش. شیش بدابار سکانا که در این موضوع خطر هست، زدبقا به اخول کده، این در صورتیه که خورده به اندازه سیریش به قام و بلند شده، خورده به اندازه سیری و بلند شده ناگهانی، ولی اگر کم خورده یا مکس میکنه کمی مجازه. بنابراین به سادگی میتونه این بلند شدن رو انجام بده. توضیح میدیم اگر یک فرزندی مشغول غذا خوردنه، باباش وارد میشه، باید بیسته از جلو باباش، ایراد میگیره، وگرنه که گمارای گیتین گفته یه نفر که خورد و فوری بلند شد این خطر داره، میگه در صورتی که سیر شده و ناگهان بلند میشه، ولی اینجا کم خورده یا ای که مکس کرده ناگهان بلند نشده، پس میشه به راحتی انسان بلند شد از جلوی باباش حتی زمانی که داره غذا میخوره. شماره لامد بت میفرماید یه شمریم هستن میگن که فرزندی که میشنوه قدم های پدرش رو و مادرش رو که وارد اتاق میشن، با وجودی که اونها رو نمیبینه لازمه از جلو به اونها بیسته، حتی اگر این سوفولیر اوتام بلخل هم نمیبیندشون و تمام این موقعی که وارد میشن به اتاقی که بچه اونجاست، فرزند اونجاست، ولی اگر میشنه به صداشون و اونا تو اتاق دیگری هستن که نمیخواد بلند شه، موقعی که مشخص نیست که میسته جلوشون. این نظر اول هست. بعضی هم میگن اختلاف دارن و میگن که لازم نیست به ایسته جلوه والدین، فقط اگر اونا رو واقعا میبینه، نه از زمانی که وارد میشن به اتاق و میشنوه صدای قدمشون و اونا رو نمیبینه. و علاقه طبق نظر آخر هست که وظیفه نیست به ایسته جلوه والدینش مگر اینکه اونها رو میبینه. و ادامه میده اگر لازم به ایسته جلوه پدرش که نابیناست یا پدرش که تشخیص نمیده، بعدن این رو توضیح خواهیم داد. اینجا دو تا نظر رو آورده که نظر دوم هلاخاست. نظر دوم که هلاخاست اینه که لازم نیست بیست جلوی والدینش، فقط اگر میبینتشون واقعا، نه از وقتی که وارد اتاق میشن و صدای پاشون رو میشنوه ولی اونا رو نمیبینه. یعنی شرط ایستادن جلوی پدر و مادر اینه که میبینتشون. این هلاخاست.
شماره لامد گیمل میفرماید فرزندی که از جلو پدرش بلند شد و به خاطر این باعث میشه که دیگران هم احترام بذارن به پدرش و این موضوع باعث رنج پدره و اون میبخشه به فرزندش که بلند نشه از جلوش موقعی که اون با دیگرانه و نیست جلو پدرش، چون پدری که مخیلا کرد بر کابودش، کابودش مخیلا شده است، بخشیده شده است. دیگه اگر توسطی که دیگران میبیننش که نمیسته جلو باباش، اونام نمیستن جلو پدرشون، پدران خودشون، و این سبکی میکنن، خاری میارن به کابود پدران و مادرانشون. در اینجا تغییر نده فرزندانش از دیگران. اینجا چی توضیح داد؟ میگه ببینید، یه نفر از جلوی باباش بلند میشه، وقتی بلند میشه دیگرانم، این بچه مثلا یه کاریه، خب وقتی بلند میشه دیگرانی هم که اونجا هستن بلند میشن و این باعث میشه که پدر ناراحت بشه و میگه که این باعث رنج منه که دیگران برای من بلند میشن، تو هم بلند نشو پس. خب حالا که اجازه داده مخیلا کرده گفته بلند نشو، پس فرزندم بلند نشه. لیکن اگر توسط این که دیگران میبینن که این جلوی باباش بلند نمیشه، میگه خب پس خوبه ما هم بلند نمیشیم. اونا به کاودی میکنن به پدر مادرشون، میگه اینجا بعد آموزی داره این بچه، اینجا اینم فرزندم جلوی بابای خودش بلند شه. شماره لامد دالت شالوم برخا به تو، آن کسی که میبینه پدرش رو و مادرش رو در یک محل دیگری، برشوت اخرت امید قاربیم و اونا نزدیک میشن، امید عتدیم و آماده میشن که وارد بشن به اتاقی که در اون فرزنده هست و اون میسته، شایستن که بشینه و بیسته فوراً با ورودشون به اتاق، خاطر اینکه مسووه و اوسه باشه، یعنی دستور داده شده و انجام بده. کسی که دستور داده شده و انجام میده، این میسواش بیشتره که اجرا کنه، میسوای احترام پدر و مادر. همچنین موقعی که مشخصه که اجرا میکنه، میسوای ایستادن رو از جلو به اونا و اصوله که فرزند چشماشو ببنده یایی که روش رو ببره این ون اوبر در زمانی که میشنوه پدرش رو یا مادرش رو که نزدیک میشن، که نبینتشون و از جلویشون بلند نشه. اینجا میفرماید که اون کسی که باباش میبینه، مامانش میبینه، در یک رشوت دیگه، در یک محل دیگه که دارن نزدیک میشن که بیان تو اتاق و اونجاست و اون میسته و به اون از شایستن درستشه که این بشینه و بیسته با وارد شدنشون به اتاق. اینجا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ببین، اگر که یه فرزندی میبینه پدر و مادرش رو که در نزدیک میشن و میان تو اتاق هست و او ایستاده، خب پس اگر اونا بیان تو ایستاده، معلوم نیست که به خاطر اونا ایستاده، پس بشین فوراً، بشینه و بیسته فوراً با ورودشون. یعنی به طور ساده اگر ایستاده آدم و میبینه باباش داره نزدیک میشه که بیاد، بشینه که بعد به خاطر باباش بلند شه، که معلوم بشه به خاطر باباش ایستاده، بله احترام سر باباش گذاشته، که اینجا مشخص بشه که اجرا کرده میسوای ایستادن رو از جلو پدرش و اجازه نداره چشمش ببنده، روش بکنه اون وقت که باباش رو نبینه که بلند نشه. نه، این اجازه رو نداره، اجازه نداره که چشمش رو ببنده یا روش رو بکنه اون طرف که پدرش رو نبینه و پس بلندم نشه. این اجازه رو نداره. لامده فرزندی که بلند میشه جلوی باباش و بعدش هم میخواد بره یه جایی، درستش اینه که نره فوراً به راهی که میخواد بره بعد از اینکه بلند شد، بلکه بشینه قبل از اینکه، بشینه اول سر جاش و بعد بلند شه بره جایی که میخواد بره به راهش،
خاطر که معلوم باشه که بلند شده به کاود باباش و این در از جزء میسوای کاوده که معلوم باشه که بلند شده از جلو باباش و اگه میره فوراً و مشخص نیست که ایستاده جلو به کاوود پدرش، بلکه میگن که ایستاده و ولی اگر فوراً بره معلوم نیست که جلو باباش ایستاده، بلکه میگن که به نیاز رفتنش ایستاده. اینجا میفرماید که یک نفر جلو باباش بلند میشه، حالا که بلند شده بعدم میخواد بره یه جایی، میگیم نرو، درستش اینه که بشین که معلوم بشه به خاطر بابات نشستی و بعد برو هر جا میخوای بری. ما میخوایم نشون بدیم که به خاطر باباش نشست ایستاده. اگر به خاطر باباش ایستاد و بعدم رفت، میگن حتما به خاطر خودش ایستاده نه به خاطر باباش. پس بنابراین باباش که اومد میسته، بعد که نشست میشینه، میخواد بره جایی دنبال کاری بره، بعد که نشست بره که مشخص باشه به خاطر باباش بیستاده و نشسته. لام ادواب میفرماید کسی که دور از همه آوله عزاداره در میان هفت روز عزاداریشه که اومدن تسلی بهش بدن. کی اومده؟ یه تلمید آخام اومده، یه زاغن اومده، مطاله که سخت بگیره بر خودش و بیسته از جلوشون و هیچ گونه ترسی نیست و همچنین نیست در این به خاطر هر کسی که پاتوره و انجام میده خونده شده ادیوت. پس تا اینجاش میگه یه نفر عزاداره، تو هفت روز عزاداریشه، یه زاقنی یه تلمید آخامی اومد، میتونه بلند شه، مشکلی نیست. دیگیم تو معاف بودی چرا بلند شدی؟ در تیشابه آب که همه نشستن رو زمین مثل عزادار، باید بلند شه جلو پیره من، جلو تلمید آخام، چون که این یک اولوت کهنه است. الان که آبل داریم به خاطر به تعمیرش، ولی این آبل داره آبل داری نیست که بگیم تو هفت روزی که نفرش فوت کرده. همطور کسی که میشینه هفت روز برای مادرش همراه با باباش و باباش میره و میاد، پس مادر بعد 120 سال فوت کرده، با پدرش نشستن برای اولوت رو زمین نشستن و باباش هم میره و میاد، وارد میشه به اتاق. بایستی که ما شک کنیم که آیا این بچه باید بلند چه جلوی باباش، چون که دوتاشون اولود دارن و طبق دین چیه؟ خیام نیست که بلند چه به کابود باباش در ایام هفت روز، حتی شکو هم نمیخواد بده، این یکم خودشو بلند کنه اصلا. بیکن مقام خوبه که این شکو رو انجام بده. همطور اگه میشینه هفت روز همراه با مادرش برای پدرش یا بر برادرش و خواهرش و مادرش میره و میاد، همینطور رفتار کنه. پس اگر یه نفر با مادرش یا یه نفر با پدرش نشسته به عنوان اولود، مادرم عزاداره یا پدرم عزاداره، میرن و میان، اینجا میگه که طبق دین نمیخواد بلند شه، ولی یه تکونی به خودش بده، یه شکویی بده. لامت زن در مورد تیشاب آبم که گفت باید بلند شه چون اولوت کهنه است. شماره لامد زنگ میفرماید که یه فرزندی که نشسته هفت روز برای مادرش، خب خیام هم نیست که بیسته جلوی باباش که وارد میشه به اتاق. میکن مقام تمام قانونهای ترس که میخونیم بعدن چه چیزهای ترس خونده شده مربوط به آوه، بنابراین سر جای مخصوص باباش نشینه، حرف باباش رد نکنه و اگر پسرش خاتانه در میان هفت روز خوپایه، باید بیست جلو پدر مادرش، جلو پیر مرد، جلو تلمید آخام، چون قانونشون. پس اینجا یاد گرفتیم که یه نفر مادرش بعد 120 سال فوت کرد، بچه نشسته به خاطر عزاداری مادرش، باباش هم میاد و میره، میگه که خیام میزد که بلند شه. میگه خب از ترس چی؟ مواردی که به ترس مربوطه، مثلا سر جای باباش نشینه. بله، آبلدار حق نداره سر جای باباش بشینه، آبلدار نمیتونه حرف پدرش رو رد کنه، یعنی مواردی که مربوطه به پدر، به ترس پدر باید رعایت کنه. حالا گفتیم چون اولوت بلند نشه، ولی مواردی که به ترس مربوطه باید انجام بده. حالا اگر یه اسرائیلی، یه نفر خاتانه میان هفت روزه،
هفت روز خاتان که مومله، خاتان میشه پادشاه. خب جلوی بابا مامانش باید بلند شه، جلوی زاغن و تلمی خواهم باید بلند شه. پس خاتان باید اون بلند شدنهایی که طبق حلاخه است باید بلند شه. شماره لامت خط میفرماید که گم این ابن تلمید خواهم، اگه پسر خودش یا خامیه راویه باید بلند شه جلوی پدر مادرش و خیابه به تمام قوانین احترام پدر و مادر. و سبک نمیگیره در کاهود باباش، نیست که اون امارسه و برعکس شایستن که بدوه و انجام بده میل باباش مامانش و اونها رو شایسته احترام بذاره. بقیقتا در موضوعی که بایستی تخمین زد برای خودش هم نمیکرده جلوی مردم، منطقیه و کاهود توراست که این کار انجام نده. خیاب نیست، کابل تورا ارجعه و خیاب نیست که انجام بده اون وضوع رو به نیاز باباش شالوم. ولی در پنهانی مجاز نیست که تلمید آخام که انجام نده درخواست پدرش، همچنین در موضوعی که اون در جنبه خودش پیره و طبق کابودش نیست. توضیح میدیم صفحه 633 شماره لامد خط رو توضیح میدیم. یه فرزندی راوه، بعد جلو پدر مادرش بیسته، بله تمام احترامایی که به پدر باید بذاره باید بگذاره و حتی پدر بی سواده فرزنده راوه بزرگی فازم باید بلند شه جلو باباش، برعکس باید بوده کاری که برای باباش انجام بده احترامشون هم بذاره. حالا اگر این تلمید خاخام این راو که فرزند هست این کار رو برای خودش هم نمی کنه جلوه همه، برای باباش بکنه میگه نه، او کاری که جلوه همه برای خودش نمی کنه حالا هم برای باباش میتونه انجام نده، خیاب نیست. ولی در پنهانی که کسی نیست بکنه، تلمید خاخامه بکنه و اجازه نداره که دستور پدرش رو انجام نده. همچنین اگر در موضوعی که این پیره، مثلا یه نفر که پیره طبق کاودش نیست که این کار رو انجام بده، یه اونم وقتی کسی نیست راوه برای باباش انجام بده. لامتت اگر پدر تلمید بچه‌ش، بابای شاگرد پسرشه، میاد سر کلاس پسرش، پسرم اهل توراست، خب این بابا اینه اینم راوه اینه، چیکار کنیم؟ کل خاد اومد میپنه اشنی، هر یکی میسته از جلوه دومی. بچه برای باباش بلند میشه باباش، بابای برای بچهش بلند میشه چون را بشه استادشه. بعضی ها میگن، بعضی ها میگن که فرزند بلند میشه از جلوه باباش ولی باباش نمیخواد بیسته جلوه بچهش باباشی که را بشه. بعضی ها میگن که اگه بچه تلمید خاخامه کمه بشه احترام میذارن به خاطر حکمتش، همچنین باباش هم باید بیسته جلوش. ولی اگر بچه اون را به باباشه ولی تلمید خام نیست که هم احترامش بذارن، که بابا هم نمیخواد بیسته، اختلاف نظر روش هست. و ایقال لدینا اصل الهخوا چیه؟ که پدر و فرزند میستن جلو هم دیگه، چون در تماران شورخانه روخ که مقایس شده کابود پدر و مادر به کابود هشم میکن مقام، شایسته است که این بچه میخیلا کنه بر باباش، کابود باباش، که لازم نباشه بیست در جلوش. فقط همچنین در این حالت لازمه پدر یک کمی بلند شه و شکو بده از جلوش وقتی که رد میشه جلوه اون، همچنین فرزند میخیلا میکنه بر کابودش و میخواد خدمت کنه به پدرش اجازه داره. توضیح میدیم ربطا اینجا شماره 39 میگه که بابا شاگرد بچهشه، بچه خاخامه، میگه هر کدومشون جلو دیگری بلندشن، این به خاطره که این باباشه بلندشه، اینم به خاطره که این راوشه استادشه بلندشه. حالا خام همینه که احترام پدر و مادر مثل احترام هشمه، بله میکل مقام شایستن که بهتره که بچه بگه بابا درسته من معلم شما هستم و
ولی شما پدر من هستید، من از شما خواهش میکنم جلوی من بلند نشید. بگه ولی یه شکویی بده، یه تکونی بده خودش، یه کمی بلند شه. پس درستش اینه که فرزند به باباش میگه بابا از جلوی من بلند نشید و من میخوام که احترام به من نذاری، اینجوری شما بابا من هستید. ولی یه کابودی همینجوری بده به پسرش که رابشه. حالا اگر بچه که راوه میخیلا میکنه بر کابودش، میخواد خدمت باباش کنه، میتونه، خیلی هم خوب. مم ادابار پاشوت، این مسئله روشنه و واضح است و ساده است که مجاز پدر صدا بزنه به بچهش به عنوان راو یا آقا. میتونه بابا به بچهش بگه شالوم، بگه راو، جناب راو. بله میتونه بگه. خب ادامه میدیم رابط صفحه 600 بچه راوه، بابا به بچه میگه آرا، میتونه مجاز. دین مراعاب، ما میخواییم ببینیم ترس پدر یعنی چی. تورات نقدوشا دو تا دستور به ما داده، هم فرموده که احترام بگذار به پدر و مادره، و هم گفته که ایش ایما و آبیم تیراو، آدم بعد از پدر مادرش بترسه. خب اینجا ما میخواییم ببینیم که اون ترسی که تورا فرموده، اون ترسی که تورا فرموده که تو باید از بابات بترسی چیه؟ چه کارایی؟ الف میثوت از سمینه تورا، دستور امر از تورا که بترسد از پدر و مادر. شنمر ایشی مباویف تیراو، شخصی از پدر و مادرش بترسید. خزال فرمودن گالوی و یادوه معلوم آشکاره به حضور خدایی که گفته و دنیا به وجود اومده که فرزند میترسه از باباش بیشتر از مامانش، و میفرماید به خاطر اینکه باباش تو را بهش یاد میده. بنابراین مقدم کرده خداوند ترس مادر رو به ترس پدر. پس اینجا به خاطر اینکه مادر کمتر میترسه، یعنی بچه از مادرش کمتر میترسه، تو را گفته نه از مادرت هم بترس. و گفته باز ایشی ما واویف تیراو بنه مر، و گفته از خدا بترس و او را عبادت کن. در مورد پدر و مادر گفته بترس، در مورد خدا هم گفته بترس. مقایسه کرده پاسخ ترس پدر به ترس خدا. و نوشته رمبام که دستور داده ما را عقادش باروخو که دستور داده ما را عقادش باروخو که بترسیم از پدر مادر، که حساب کنیم اونها را در مقام کسی که میترسن ازش و میترسن ازش و جریمش میکنن، مثل پادشاه. همونطوری که جریمه میکنه پادشاه، از بابات هم باید بترسی و بره با اونا، چون طریقه که میره با کسی که میترسه ازش و بترسه از چیزی که به اون میرسه از پدر مادرش و اون چه که متنفره. یعنی مثل که شما از پادشاه میترسی، جریمه میکنه، از پدر مادرتم باید بترسی. و شما از کسی که میترسی که ممکنه تو رو تنبیه کنه به کاری که بعدت میاد، پس از پدر مادرتم بترس. بت گمیشا نسوا، همچنین زن که شوهر کرده خیابه به دست به ترس. حالا ازدواج کرده، خب خیلی خب، ولی باید بترسه از باباش، از مامانش. بنابراین آسوره که بشینه مکانی که مخصوص باباشه یا مکانی که مخصوص مادرشه. همونطور آسوره دختر صدای پدرش یا مادرش بزنه به اسم، بگه ابرام، بگه سارا، نباید بگه. آسوره که رد کنه حرفشون یا ای که قطعیت بده به صحبتهای والدینش. وقتی که ما بیایم بگیم آ بابام راست میگه، یعنی من مهمتر از بابام هستم، من دارم عفو بابام تایید میکنم، خوب نیست. اگر باباش یه چیزی گفت، خب میگه بابام راست میگه، عفو بابام درسته، یه الان یه بزرگتری عفو یه کوچیکتری تایید میکنه، تو عفو بابا تایید میکنی، ولی تو بزرگتر از باباتی.
بابات گفت بریم تو کار بکنیم. چشم. نباید بگی آه بابام راست میگه. حق بابام. خب تو میگی بابام راست میگه، یعنی تو داری حرف بابات تایید میکنی. میگی درسته. شما بزرگتر از باباتی که حرف بابات تایید میکنی؟ شما مهمتر از باباتی که حرف بابات تایید میکنی؟ کوچیکتری. کوچیکتر که تایید نمیکنه، بزرگتر باید تایید کنه. با تاییدت نشون دادی که تو یک کلام فلان کار بکنیم چشم. نگو بابام حق بود. نه ببینید اینجا یه آدمه، یه آدم بزرگتری میاد یه آدم کوچیکتری دو تایید میکنه، قطعیت میده به نظرش. اینجا بی احترامی میشه. ترس پدر باید رو آدم باشه. نرفش میگه نه 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 بابام بی خود میگه یا اسوره. نه نه بابام راست میگه یا اسوره. بگه بابام دروغ میگه، بی احترامی کرده به پدرش، بی کابودی کرده به پدرش. اطاعت یک کلمه، فلان کار کنیم کش. حالا سوال بذاریم آقا. سوال آخر کار گم ایشا نسوا خوندیم شماره گیمل اونن شمتو متالفاناب. یک فردی که اوننه، اونن یعنی کسی که مردش رو قبر نکردن، هنوز به قبورا نرسیده. اونن که مردش افتاده جلوش، خیابه به میسوای ترس در مبکاره بابده که بشین و انجام ندست، کاری نمیخواد بکنه. مثلا اسمش نیاره، مثلا خورده نگیره بر باباش، نشینه جای مخصوص باباش و امثال این. پس اونن هم باید ترس پدر رو رعایت کنه. شماره دالت صفحه 634 میفرماید که ایز امورا، انگوش بذاریم زیرش گمش نکنیم که لغتو هم یاد بگیریم. ایز امورا ترس چیه؟ که تو را فهم بوده از پدر مادرت به ترس، یعنی چی کار بکن؟ لوی عمود بیم قومو، سر جاش نیست، جایی که مخصوص ایستادنشه. شام آنجا به صد زقنیم این خبرات در شورا یا مجلس پیران با دوستانش. اینجا صد معنی میکنیم شورا یا مجلس، خب، یا مکانی که مخصوصشه تفیلا بخونه، اونجایی که بابات همیشه وای میسه لخش میخونه، تو اونجا نیست. اونجایی که مخصوص باباته که بیسته تو شورا اونجا با دوستاش صحبت کنه، اونجا نیست. حتی بیسته اینجا اونجا بدون نشستن آسوره. این جاییه که بابات میسته، جا مخصوص باباته، اونجا وای نستا. بابات اینجا وای میسه همیشه تفیلا میخونه، لخش میخونه، دوباره یه جا دیگه باشه. تو خونه همینطور. نه اگه جاش مخصوصشه، اگر یک محلی مخصوص پدره، خب اینجا نباید میشینی. اگر بابات یه جا نمیشینه، هر جا شد میشینه، میگه نمیخوام اونجا میشینم، اونجا میشینه، اینجا میشینه، اینجا میشینه، هر جا شد میشینه. پس جا نداره. پس سنده یه موقع بالای میز جای بابای تموم شد، حالا بابا برخواه نمیتونه بشینی. اگه هسته چی خودش میشینه. میخونیم بعدا توضیح میدیم، میرسیم به صفحه بعد، دو صفحه بعد، چند صفحه بعد. حتی بیسته اونجا بدونه که بشینه آسوره. همینطور نشینه جایی که مخصوصه نشستن باباشه تو خونه یا در مغازه. همینطور بایستی که و اگر هست برای مادرش مکان معین تو خونه که اونجا میشینه، بازم پسر و دختر نباید اونجا بشینن. خب او صندلی که مخصوص باباشه، او صندلی که، سوال آخر کار، او صندلی که مخصوص باباشه نمیتونه بشینه، یه صندلی دیگه بشینه. نه اونجا پهلوش مسئله نیست، ولی رو صندلیش نه. فستن که میگن تمام اون ممنوعیت فقط جلوی باباشه، یا حتی جلوی باباش هم نیست، ولی افراد دیگه هستن، اینم زلزله خاریه به پدرش موقعی که میاد بشینه در مکانی که باباش، در مکان باباش جلو به اونا. حالا وقتی در غیر این صورت
ممنون نیست که بشینه در مکان معین باباش. اختلاف نظره. وقتی باباش هست باباش براخای اون موقع هم نباید بشینه. بعضی ها میگن اون ممنوعیت حتی جلوی باباشم نباشه نشینه و نه جلوی هیچ آدمی. مادامی که باباش زنده است نباید پسر یا دختر بشینه سر جای مخصوص باباش و باید ترسید. شالوم به سال آخر کار میلا بذار زفت میشه بایستی که بترسیم به صحبت های اونایی که ممنوع میکنن که همچنین جلوی باباشم نباشه سر جای باباش ننشینه جایی که مخصوصشه در حیات باباش. و این قانون مربوط همچنین به کسی که تلمید خاخام نیست و نیز آدم ساده یه شالوم. بستن که میگن حالا فرزندان نیستن در مکان باباشون همچنین تو کنیسا موقعی که بابا نیست و دلیله چون دیگه رست دارن و مثل که بهش اجازه داره و بابای سخت نمیگیره. اینجا چی گفتیم؟ ما میخواییم ببینیم که ترس چیه؟ ترس اینه که فرزند سر جای باباش که میشینه نشینه، فرزند سر جای باباش که میسته نیسته. سوال اینه که وقتی پدر براخواست چه کار بکنه؟ اختلاف نظره. وقتی پدر اونجا حضور نداره ما میتونیم میشیم سر جاش میشینیم؟ جواب اینه که اختلاف نظره. بعضیا میگن میشه، بعضیا میگن نمیشه. هلاخا چیه؟ میگه باید بترسی که سر جای بابات وقتی بابات هم براخواست نشین، در غیاب اونا سر جاشون نشین در حیات پدر. خب متاره برای فرزند که بیسته در مکانی که مخصوص باباشه که بشینه. یعنی باباش اینجا میشینه میخواد بره اونجا بیسته، که تمام اون ممنوعیت فقط برای کسیه که طریقه همین معینه، چون که این صندلی، این مکان و این صندلی مخصوص نشستنه. ایسور نیست که بیسته اونجا، بنابراین مجازی که بیسته رو صندلی که مخصوص باباشه یه چیزی بیاره از جای بلند. پس رو صندلی باباش که مخصوص نشستنه میتونه بیسته. این صندلی میخواد بایسته روش بری چیزی از بالا بیاره، از طبقه بالا بیاره، از اون روی طبقه بیاره، میگه این اشکالی نداره. رو صندلی باباش که میشینه میتونه بیسته. واف این لب این لعمود این لبد لعمود. نبایستی که فرزند ایسته در لخش کنار باباش. وقتی باباش داره لخش میخونه کنار دست باباش نیسته، مثل راوش، راوی که اکثر توراش رو از او یاد گرفته که آسور تفیلا بخونه در کنارش در میان دو متریش، یعنی 192 سانتیمتریش. و بایستی بترسیم به این. همچنین موقعی که تفیلا میخونن جماعت کنار بابات نیست و موقعی که سفیفوت به تکنسه شلوغه، فشردگی تو کنیساست و فرزند میخواد بیسته در کنار پدرش تو لخش، ازش اجازه بگیره بگه بابا میلا کنین من میتونم وایسم بغل شما لحش بخونم چون جا نیست، کنیسا شلوغه. و اگه باباش تفیلا میخونه در جایی بلند، مثل رو سکو رفته تفیلا میخونه و او ایستاده رو زمین رو سپا سنگ فرش، مجازه که بیسته تا نزدیکش. پس اگر اختلاف سطح داره اشکالی نداره، یا ای که اگر شلوغ کنیسا جا نیست یه بازم اجازه بگیره میتونه بیسته، ولی به طور کلی کنار بابات نیست، مثل کنار راوش که خود لحش بخونه، مثل که تو همسان میکنی خودت با بابات. اگه آفرین، اگر که بابای پیره بعد بگیرنش مسئله نیست، او دیگه احتیاج و کاودشه که وایسی. زنگ به بیما، بیما یعنی سکو. زنگ این لبن لیت پلل شمونستر اخره آویف.
نبایستی که فرزند تفیلا بخونه لخش پشت سر باباش، به خاطری که باعث نشه رنج که لازم بشه صبر کنه تا اینکه تفیلاش تموم کنه. یعنی کنار دست باباش، هم ردیف باباش نیسته لحش بخونه مگری که اجازه بگیره وقتی شلوغه، و همینطور پشت سر باباش هم نیسته به خاطری که باباش میخواد بیاد عقب و سلام کنه معطل شما بشه. یعنی بابای تو معطل تو بشه، ای کابود نیست، رنجه. چی؟ بغلش که باشه میست که من و تو همسانیم، یه قدیم یه جوریم، بغل دست باباش نیسته که این مثل رابش، بغل دست راب موباقش هم نیست. شماره به خاطری که داره میگه من همسان بابا هستم، یه جوری ما یه اندازه ایم یه جوری. اگه خودش گفته بیا وایسا یا که جا نیست فهم کنه. سوال بذارید آخر کار. خط ایم نعود لبن ایز دابار صفحه 300 و ببخشید 634. خط اگه گم شد برای فرزند یه چیزی، برای پدرش هم گم شده یه چیزی، خب یا برای راوش که موباق یعنی اکثریت توراش رو از او یاد گرفته، خب گم شده خودش مقدمه، پس مال خودش، مال باباش یا مال راوش گم شده، گم شده خودش مقدمه. اول خودت مهمتری، تو هم زندگی داری، مال خودش گم شده. ببین شما میخوای نکنی نکن، یعنی اینجا آسور نیست که اول بری برای بابا. ما میخوام ببینیم وظیفه چیه، قانون چیه. میگه یه چیزی از خودش گم شده، یه چیزی از مال باباش هم گم شده، خب بری که اول دو مال خودش بود، مال خودت بود، یعنی مال خودش گم شده، مال راوش هم گم شده، بگرد دنبال کدومش پیدا کنه، مال خودش. نه حلاخا تعیین میکنه، حلاخا تعیین میکنه نه فکر ما. اینجا حلاخا تعیین کرده میگه بی احترامی نیست که اول بری مال خودت، نمیخوای بری مال بابات، میخوای بری پیدا کنی بر پیدا کن، و میتونه جستجو کنه دنبال گم شدهش و بعد از آن جستجو کنه دنبال گم شده پدرش یا راوش. ولی پس مال خودش و مال باباش، مال خودش، مال خودش و مال راوش، مال خودش اول پیدا میکنه. حالا اگر گم شده پدرش و راوه موباقه، یعنی یه جنسی شالوم مال باباش بردن، یه جنسی هم مال راوش بردن، راوی که اکثر توراش رو از رو یاد گرفته، گم شده پدرش که خاخام نیست اصلا، او هم بردن رابشو که مواقع با پدرش مقدم کنه مال باباش و بعد مال راوش. ببخشید اینجا راوش که مواقع نیست تصدیم میکنه، یه چیزی مال باباش بردن، یه چیزی هم مال راوش که مواقع نیست بردن. مواقع نیست یعنی اکثریت توراش از او یاد نگرفته، مال باباش مقدمه بعد میده مال راوش. حالا اگر باباش برابری میکنه مقابل، همچنین اگر باباش هم برابری میکنه مثل رب و مواق، میگه اول باباش. حالا اومدیم و پدرش و راوش دارن یه باری میبرن، یه سنگینی دست باباش، یه سنگینی هم دست راوش، خواد کمکشون کنه، چیکار کنه؟ پدرش و راوش هم میکنن بار، میره اول مال راوش میذاره جایی که باید و بعد هم مال باباش میذاره جایی که باید. پس برای بار اول راوش، حالا پدرش رو دور از همه، راوش اسیر شدن، اول راوش باز بخره بعد باباش، اگه پدرش تلمید خاخامه اول باباش باز بخره و بعد راوش، و هم باباشه هم تلمید خاخامه، پس این مقدمه. تت یه شمریم شن لبن لشب ساموخلاوی مماش. بعضی ها میگن که تو بغل دست بابات نشین، واقعا موقعی که توی مجلسی که اونجا مهمون هستن
مثلا تو عروسی و امثالی موقعی که اون نشستن بر طبق کابد و بزرگیه، مثلا در قسمت مشرق طرف اخال اونجا بزرگا میشینه، اینجا نباشین. بعضی ها میگن کنار بابات نشین، که منم خیلی مهم، من میخوای بگیم که ولی در مکانی که نشستن طبق مقام نیست، مثلا سر میز معمولی تو عروسی سر میز نشستن، کاری به مقام نداره، امثالی بگی تو خونشه، بشه سر میزش با خانوادش، مهم نیست اگه بشینه بچه کنار باباش، تو کنیسا تأخیری نیست در این کنار باباش بشینه. بعضی ها میگن تمام این در زمان اونا بوده که طریقشون بخورن، که بخورن تکیه داده بر تختا، ولی این بوده که طریقش نیست که تکیه بدن، هیچ گوجه ممنوعیتی نیست که بابا بچه بشینه پیش باباش. اینطور منتشر شده میناک در کنیسا یا در سر میز خونه بچه میشینه کنار باباش، حتی اگر اونجا هم مهمان هست، و به خصوص اگر پدر از بچهش میخواد که بشینه کنار دستش و خوشحال میشه، لذت میبره بچهش کنار دستشه، که بابا لازم به خدمت داره در سعودا که بچه باید بشنوه به باباش و بشینه کنار دستش، همچنین در مجالس و عروسی ها و همینطور مجازی که بچه بشینه کنار باباش موقعی که توی قطارن، توی ماشینن، توی هواپیما و امثال اون هستن. پس ما اینجا یاد گرفتیم که میتونه کنار باباش بشینه، آیا فرزند یالا یا آیا فرزند میتونه کنار دست باباش بشینه؟ ببینید موقعی که به خاطر کابود باباش نشوندن بالا بند، تو نره بشین بغل دست بابا، ولی وقتی که نه کار به کابود نداره، تو خونه است، اصلا مهم نیست که نشسته بغل دست، میتونه بشینی، مشکل تو که نیست هست، این روزا بغل دست باباش میشینه، اشکال نداره. و در زمان قد بعضی ها میگن که در زمان قدیم بوده که اونا تکیه میدادن، ولی امروزه که کسی تکیه نمیده وقتی بخواد چیزی بخوره، ایسور نیست که کنار باباش بشینه. بله تو کنیسا هم همینطور، موقعی که مهمون هست همینطور، حالا اگر باباش میگه بیا بشین پیش من، صدر به تو که میتونه بشینه، ترجمه واسه باباش گوش نمیشینه بشه باباش، زش نیست، بیادبی نیست، نه اشکالی نداره، تو قطار و هواپیما و همه اینا بازم اشکالی نداره که کنار باباش بشینه. شما یودم بخونیم، اگه فرزند مینشیند در سعودایی که اونجا مهمانان هستند، باباش اومد بشینه کنار دستش، نه بعد جاش تغییر بده، تو بابات اومد دل کردی رفتی، و اگه باباش صدای بچهش زد که بیاد بشینه کنار دستش، نشون بده که نمیخواد بشینه به خاطر مهم بوده، من کجا شما کجا، بشینم به قدرت شما بشینم، و با وجود همه اینا به خاطر میل باباش بشینه. پس اگر باباش گفت بیا بشین پیش من، اشکالی نداره بره بشینه، تو حرف باباش گوش میده، کابد به باباش میذاره و مشکلی نیست. باروخ هشم لعلام، آمین و آمین.